مسئله دیگه که براتون توضیح میدم اینه، سه بار دو بار نامه از پزشک قانونی اومده، یعنی آلت قتل چاقو بوده و هونگ بوده، آلت قتل پیدا شده ایشون اعترافش بر این بوده که من با چاقو و هونگ زعفران سرخ زدم، ولی پزشک قانونی در جواب دادگاه زده که ایشون خفه شده. سلام و درود به تمام شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. علی قهرمانی هستم، میزبان شما امروز توی کانال سکوت با یک پرونده بسیار هولناک، یک پرونده جنایی ایرانی که باز هم صحبت از بزرگان خانواده هایی میکنه که مجبور میکنن یک زوجی که با هم تفاهم ندارن، با هم مشکل دارن رو به اجبار کاری میکنن که این دو نفر با هم کنن. بارها توی پرونده های جنایی کانال ما در رابطه با این موضوع صحبت کردیم و امروز مطمئنن بعد از شنیدن جزئیات این پرونده به این نتیجه باز هم میرسیم که واقعا پادرمیونی کردن بزرگترها تو این طور مواقع نمیتونه نتیجه خوبی بده. مقتول پرونده امروز ما زنی 24 ساله به نام فاطیما هست که همسر حمید 27 ساله بود. فاطیما و حمید به مدت 4 سال بود که با هم ازدواج کرده بودن و حاصل ازدواجشون هم یک دختر 4 ساله بود. وقتی که با هم ازدواج کردن همه چیز داشت خیلی خوب پیش میرفت، همدیگر رو دوست داشتن، اما خب معلوم نیست چه اتفاقاتی توی زندگی این دو میفته که بعد از مدتی حمید شغلش رو از دست داده بود و رفته بود به سراغ مواد مخدر. اون موقع بود که فاطیما تصمیم میگیره بره برای خودش یک کار، یک حرفه یاد بگیره. رفته بود آرایشگری زنانه یاد گرفته بود و از اونجایی که استعداد خیلی خاصی توی این زمینه داشت، توی مدت بسیار کوتاهی فاطیما موفق شده بود که هم دوره‌های آموزشی رو تموم کنه و همین که توی آرایشگاه‌های زنانه کار کنه و پول خوبی برای خودش کنار بگذاره. و این پول به اندازه‌ای بود که فاطیما تونسته بود توی شهرک پاکدشت، توی پاکدشت، توی شهرک پرند، حالا من دقیقا با اون مناطق آشنا نیستم، اما اونجاها یک آپارتمان کوچولو رو تونسته بود با این پولش بخره. خب این خیلی عالیه و این نشون میداد که فاطیما کاملا توانایی اقتصادی خیلی خوبی داشت و حمید شوهرش از این موضوع باید راضی می بود، خوشحال می بود با اون شرایطی که خودش داشت، کار نداشت، معتاد بود، مواد مخدر مصرف میکرد، ولی خب حسادت با این مرد کاری کرده بود که به زنش مشکوک شده بود، فکر میکرد که اون داره بهش خیانت میکنه، بهش تهمت خیانت میزد. خب فکر میکنی چه اتفاقی رخ بده؟ از اون ور مرد خانواده کار نداره، معتاد هست، زن خونه داره کار میکنه، خرجی خونه رو تامین میکنه و تونسته یک آپارتمان هم بخره. خب باعث مشکلات میشه، باعث دعوا میشه، باعث درگیری میشه و تمام این اتفاقات بین فاطیما و حمید افتاده بود. خیلی با هم مشکل داشتن، اما خب بزرگترها همیشه پادرمیونی میکردن و یه طوری اونا رو مجاب میکردن که با هم باشن، با هم زندگی کنن و اونا هم خودشون دوست داشتن. چرا؟ چون دخترشون هنوز 3 سال بیشتر نداشت و تصمیم داشتن که حداقل تا زمانی که دختر بچهشون از آب و گل در میاد به قول معروف با هم باشن. توی این دعواها و درگیری‌ها زمانی که بزرگترها پادرمیونی میکنن، یک دفعه فاطیما گفته بود به یک شرط قبول میکنم که اگر به من وکالت طلاق بدی و قول بدی که حالا مرد خونه باشی و دیگه به منم تهمت خیانت نزنی، من برمیگردم سر خونه و زندگی. و حمیدم بهش وکالت طلاق رو داده بود، ولی خب نتونسته بود خودش رو کنه و همیشه این تهمت زدنش بود، تا اینکه بار آخر فاطیما برای اینکه نشون بده در گرفتن طلاق واقعا چقدر قاطعیت داره، چقدر در تصمیمی که گرفته قاطع هست، بلند میشه نقل مکان میکنه به اون خونه‌ای که خریده بود. و بعد از رفتنش حمید متوجه میشه که دیگه اگر زنش کنارش نباشه واقعا به معنی واقعی کلمه یک فرد درمانده بیشتر نیست و به خاطر همین به دایی
فاطیما بدای همسرش زنگ زده بود که خونش اتفاقا خیلی نزدیک آپارتمان فاطیما بود و از اون خواهش کرده بود که دایی جان با خواهرزاده تماس بگیر، یک قرار ملاقات برای ما بگذار، بار آخره، من قول میدم که همه چیز رو جبران کنم، گذشته رو جبران کنم، مرد خوبی باشم، دیگه بهش تهمت نزنم، فقط یک فرصت دیگه توی زندگی به ما بدید تا من بتونم گذشته رو جبران کنم. خب دایی فاطیما هم از این موضوع خیلی خوشحال شده بود بنده خدا، اما نمیدونست که اگر قبول کنه چه اتفاقی رخ میده. به هر حال دایی فاطیما با خواهرزادش تماس میگیره اون روز و میگه که بیا یه دفعه دیگه یه فرصت دیگه به شوهرت بده، قول داده که مرد خوبی باشه، قول داده که پدر خوبی برای بچت باشه و خلاصه با تمام این صحبت ها خواهرزادش رو مجاب کرده بود که اون روز شوهرش رو ببینه. روزی که حمید به دیدن همسرش میره روز 11 دی سال 1399 بودش و هلوش ساعت 12 ظهر، ولی خب همون روز ساعت 11 شب مردی با اداره پلیس پاکدشت تماس میگیره و میگه که خواهرزادش غرق در خون کف آشپزخونه افتاده. ماموران پلیس و اورژانس بلا فاصله خودشون رو به محل حادثه میرسونن و میبینن که بله، گزارش درست بوده، یک زن جوان کف آشپزخونه خودشون غرق در خون افتاده و شواهد نشون میداد که چند ساعتی بود که اون به قتل رسیده بود، روی سرش جای یک ضربه مهلک بود و دور گردنش هم اثرات انگشت دیده میشد، یعنی قاتل اون رو به احتمال زیاد جدا از اون ضربه‌ای که به سرش زده بود خفه کرده بود. در محل حادثه توی خونه فاطیما در اون ساعت شب هم داییش حضور داشت و هم مادرش و هر دو هم به پلیسا میگفتن که اون روز روزی بود که حمید قرار بود بیاد با همسرش فاطیما ملاقات کنه، با هم آشتی کنن که بتونن دوباره با هم زندگی کنن، ولی خب حالا همچین اتفاقی رخ داده بود و دلیل این که اون دو نفر چطور از ماجرا با خبر شده بودن این بود که پدر حمید با دایی فاطیما تماس گرفته بود و گفته بود که پسرش حمید بیرون توی بزرگراه تصادف کرده و آوردنش بیمارستان و حالا بهش گفته که همچین اتفاقی برای همسرش افتاده، بلند شو برو اونجا و یه خبر از فاطیما بگیر ببین حالش خوبه یا نه. و وقتی که داییش به اونجا رفته بود با این صحنه مواجه شده بود. دوستان، حالا برای اینکه بهتر جزئیات ماجرا رو متوجه بشیم و بفهمیم که اصلاً حمیدی که حالا همسرش رو کشته بود چطور سر از بیمارستان درآورده بود و اصلاً چرا باید همسرش رو میکشت، بیایید با هم برگردیم به عقب ببینیم چه اتفاقی دقیقا اون روز افتاد. خب همونطور که گفتم فاطیما قهر کرده بود و به خونه خودش رفته بود، به اون آپارتمانی که داشت و بعد از اون حمید دیگه خودش رو واقعا یک مستعصل و درمانده میدید و از دایی فاطیما درخواست کرده بود که بره با خواهرزادش صحبت کنه که قبول کنه اونا یک بار دیگه همدیگه رو ببینن و با هم شاید به توافق رسیدن و تونستن با هم زندگیشون رو ادامه بدن و دایی فاطیما هم حالا برای اینکه سبب خیر بشه قبول کرده بود، مرد از همه جا بی خبر، و رفته بود. همین ساعت تقریبا فکر کنم 12 ظهر به اونجا رسیده بود و فاطیما تازه از خواب بیدار شده بود و مهمونم داشت. مهمونش کی بود؟ مهمونش دختر داییش بود، همون دایی که با فاطیما تماس گرفته بود و بهش گفته بود که اجازه بده شوهرش بیاد. حمید وقتی اونجا میرسه به دختر دایی همسرش میگه اگر ممکنه به خونهشون برگرده، خونهشون همون نزدیکی‌ها بود، و اجازه بده که با همسرش تنها باشه تا بتونن هم با هم راحت تر صحبت کنن، کلن با هم راحت باشن. دختر داییش هم قبول کرده بود و رفته بود. حمید به همسرش میگه که اشتباه کرده و اگر قبول کنه که دوباره با هم زندگی کنن قول میده که مرد زندگی باشه، قول میده که دیگه بهش تهمت نزنه، قول میده که گذشته رو جبران کنه. خلاصه بعد از یکی دو ساعت این دو به توافق میرسن. فاطیما قبول کرده بود، با هم آشتی کرده بودن و سریع اتفاقا حمید به دایی فاطیما پیام داده بود و گفته بود که با هم آشتی کردیم، خیالت راحت باشه، چون به هر حال بزرگان خانواده همه منتظر این بودن که ببینن چه اتفاقی میفته اون روز، آیا اونا با هم میتونن آشتی کنن یا نه، که این اتفاق افتاده بود. تقریبا همون خلوش ساعت 1 و 2 بعد از ظهر بود که گویا حمید میره بگیره بخوابه، تصمیم گرفته بود بره یک مقدار استراحت کنه و شب بلند شه دست همسرش رو بگیره و با هم برن به یک رستوران.
اما به محض اینکه سرش رو رو بالش گذاشته بود احساس کرده بود که همسرش داره با یکی تلفنی صحبت میکنه. حالا اینکه با کی صحبت میکرد و یا اینکه محتوای صحبتاشون چی بود اصلا توی گزارش این پرونده نیومده، ولی خب هرچی که بود حمید با شنیدن صحبتهای همسرش عصبانی شده بود، به سراغ اون رفته بود و دوباره این آشتی که هنوز یکی دو ساعت بیشتر نبود شکل گرفته بود تبدیل به یک بحث و جدال میشه، تبدیل به یک درگیری شده بود و اونقدر اوج گرفته بود که در نهایت این درگیری تبدیل به یک درگیری فیزیکی شده بود. طبق صحبت‌های حمید چون شاهد دیگه‌ای وجود نداره، در اون لحظات حمید و همسرش توی اون خونه تنها بودن و دخترشون پیش پدر و مادر حمید بود. اون میگه زمانی که همسرم فاطیما عصبانی شد توی دعوایی که با هم داشتیم رفتش آشپزخونه یک چاقو آورد که با اون چاقو به من حمله کنه. من سعی کردم جلوش رو بگیرم اما اونقدر عصبانی بود که داشت واقعا اون چاقو رو به من میزد و من برای دفاع از خودم تنها چیزی که نزدیکم بود و دیدم هاونگی بود که روی پیشخوان آشپزخونه بود و برداشتم اون رو زدم توی سر همسرم. در اون لحظه فاطیما کف آشپزخونه میفته، ولی خب ادعای عجیبی که حمید اینجا میکنه چیزی که اصلا با عقل جور در نمیاد، میگه وقتی که همسرم افتاد من فکر کردم حالا اتفاق خاصی براش نیفتاده، سرش رو گرفته و افتاده کف آشپزخونه در صورتی که ازش داشته خون میرفته. بلند میشه میره تو اتاق خواب که بگیره بخوابه و دلیلش هم این بوده که اون لحظه عصبانی بود و اینکه حالا بره بخوابه یک مقدار عصبانیتش فروکش میکنه. آخه کجای این صحبت‌ها و ادعاها رو میشه گفت منطقیه؟ به هر حال صحبتایی هستش که خود حمید توی اتاق بازجویی کرده. میره میگیره میخوابه. ساعت 3 بعد از ظهر تا زمانی که مادر حمید باهاش تماس نگرفته بود که بپرسه پسر عزیزم آیا امروز موفق شدی با همسرت آشتی کنی یا نه، تا اون لحظه از خواب بیدار نشده بود. هرچند که بعد از صحبت کردن با مادرش اصلا واقعیت ماجرا رو به اون نگفته بود و وقتی که صحبتش تمام میشه میره به آشپزخونه میبینه که بله چه دست گلی به آب داده، همسرش کف آشپزخونه غرق در خون افتاده و تکون نمیخوره و از دنیا رفته. حمید توی اون لحظات از خودش بدش میاد، از زندگی بدش میاد و دیگه همه چیز رو برای خودش تموم شده دیده بود و تصمیم گرفته بود که خودکشی کنه. ولی چطور؟ تصمیم نداشت خودش رو از پنجره بندازه بیرون، میخواست یک خودکشی با کلاس کنه. از خونه میزنه بیرون، به داروخونه میره و مقدار زیادی قرص متادون رو خریداری کرده بود و دوباره به خونه برگشته بود. تصمیم داشت که خودکشی رو طوری انجام بده که در کنار پیکر همسرش از دنیا بره، به خاطر عشق و علاقه زیادی که به اون داشت. ولی خب یک حرکت عجیب دیگه از اون سر میزنه. اون وقتی که قرصا رو میخوره تصمیم گرفته بود که به خونه برادرش بره. آخه تویی که قرار بود به خونه برادرت بری چرا دوباره به خونه برگشته بودی؟ و یه صحبت عجیبی که توی بازجویا کرده بود، البته یک دفعه بیشتر این صحبت رو نکرده و دیگه هم نمیتونست حرفش رو پس بگیره، اونم این بودش که زمانی که از داروخونه به خونه برمیگرده صدای نفس‌های سنگین همسرش رو شنیده بود. شنیده بود که فاطیما داشته خرخر میکرده. اما خب بعد از اون وقتی که فهمیده بود چه غلطی کرده بود که این حرف رو زده بود به ماموران بازجو، دیگه ادامه نداده بود. و احتمال میره که در اون لحظه وقتی که متوجه میشه همسرش زنده است، فاطیما هنوز زنده است، به جای این که با اورژانس تماس بگیره و اون زن بیچاره رو نجاتش بده، دستش رو انداخته بود دور گردنش رو اون رو خفه کرده بود. این چیزیه که احتمالش خیلی زیاد، ازش صحبت نشده، اما یکی از احتمالاته، چون آزمایشات پزشکی قانونی هم همین رو میگفت. آزمایشات میگه که علت مرگ فاطیما ضربه‌ای که به سرش وارد شده نبوده، بلکه علت مرگ اون خفگیه و جای دستای حمید هم دور گردن اون هست، ولی خب خودش این موضوع رو قبول نمی‌کنه. خلاصه اون بعد از مصرف تمام اون قرص ها وقتی که با ماشین از خونه بیرون میزنه که به سمت خونه برادرش بره، توی راه تأثیر قرص ها روی بدن اون شروع میشه. اون پشت فرمون دچار سرگیجگی میشه و ماشینش رو زده بود به ماشین یک بنده خدای دیگه.
البته شدت تصادف زیاد نبود و کسایی که اونجا حضور داشتن وقتی که اومده بودن پایین دیده بودن بابا اصلا وضعیت حمید وضعیت مناسبی نیست، مرد اصلا داره میمیره. به خاطر همین اون رو به نزدیکترین مرکز درمانی برده بودن و اونجا بعد از شستشوی معده‌اش حالا حمید بهتر شده بود و با پدرش تماس گرفته بود و کل ماجرا رو برای پدرش توضیح داده بود و بعد از اینکه پدرش به بیمارستان میاد و پسرش رو اونجا میبینه، اون با دایی فاطیما تماس گرفته بود و جریان رو به اون گفته بود که بعدش هم همون اتفاقهایی که براتون تعریف کردم میفته. دایی فاطیما به همراه همسرش همون 11 شب به در خونه فاطیما میرن، چون میدونستن چه اتفاقی اونجا افتاده. وقتی که در میزنن کسی در رو باز نمیکنه و توقعی هم نداشتن که کسی بخواد در رو باز کنه. زده بودن در رو، شکونده بودن و وارد شده بودن و دیده بودن که بله، همه چیز طبق همون صحبت هایی که اعترافاتی هستش که حمید پیش پدرش کرده، همسرش توی آشپزخونه غرق در خون افتاده و از دنیا رفته. و زمانی که ماموران اورژانس رسیدن گفته بودن که این اتفاق چند ساعتی هست که رخ داده، یعنی از مرگ فاطیما یه چیزی هولوش 5-6 ساعتی میگذشت. دادگاه این پرونده دادگاه نهاییش هنوز تشکیل نشده، اما دادگاهی که داشتن توی اون دادگاه مادر فاطیما به عنوان ولی دم دخترش از قاضی برای دامادش تقاضای اشد مجازات یعنی قصاص رو کرده و گفته که دخترش با اینکه توانایی اقتصادی خیلی خوبی داشت ولی باز هم به پای شوهر معتادش نشسته بود، باز هم اون رو تحمل میکرد به خاطر دختر کوچیکی که داشتن، ولی دامادش دچار حسادت شده بود، نمیتونست فاطیما رو ببینه، نمیتونست زنی رو ببینه که حالا هم بیشتر از اون درآمد داره و همین که صاحب خونه شده و شاید بعد از طلاق از اون بره با یک مرد خیلی بهتر از اون ازدواج کنه. و همین حسادت ها در اون کاری کرده بود که اون به فکر کشتن همسرش بیفته. این چیزیه که خانواده فاطیما ادعا میکنن. حالا شما هم جزئیات پرونده رو براتون تعریف کردم، شما هم یک حدس و گمانی پیش خودتون دارید. ولی حمید یه چیز دیگه ای میگفت، اون میگفت برای دفاع از خودش این کار رو کرد، چون اگر اون لحظه با هاونگ توی سر فاطیما نزده بود مطمئنن خودش کشته میشد. باز همین صحبت رو مادر فاطیما رد میکنه و میگه بابا دختر من حتی برای آشپزی هم نمیتونسته چاقو رو درست توی دستش بگیره، چطور ممکنه بره چاقو ورداره؟ اونم با انگیزه کشتن شوهرش، با انگیزه کشتن پدر دخترشون. اصلا همچین چیزی امکان نداره. اون اگر تا این اندازه، تا این حد از همسرش بدش میومد، اصلا اون روز باهاش قرار ملاقات توی آپارتمان خودش نمیگذاشت. و من فکر میکنم این حرف خیلی منطقی تر از حرفایی هستش و ادعاهایی هستش که حمید توی دادگاه کرده. و از اون طرف هم خب شواهدی وجود داره و مشخصه که حمید همسرش رو خفه کرده بوده، جای دستاش دور گلوی اون زن هستش. آخرین خبری که از این پرونده بچه ها منتشر شده مربوط میشه به مادر فاطیما که وقتی صحبتی با گزارشگرها داشته از روند بسیار بسیار کند پرونده شکایت کرده و گفته که هنوز حکم نهایی برای دامادش صادر نشده و اونم به هیچ وجه تصمیم نداره که از خون دخترش بگذره. این صحبت هایی که مادر فاطیما برای آخرین بار کرده و هنوز دیگه خبری نیست. و اگر از عزیزان این دو خانواده، از آشنایان، اطرافیان کسی هستش که توی این کانال داره این ویدیو رو میبینه و از فرجام این پرونده با خبر هستش، ممنون میشم که توی قسمت کامنت ها یک بروزرسانی کنید این خبر رو. عزیزان، حالا طبق اون تصویری که در ذهن شما از فاطیما و حمید ایجاد شده، به هر حال جزئیات این دو نفر رو من بهتون دادم، آیا امکان داره که حرفای حمید صحت داشته باشه که همسرش با چاقو میخواسته بهش حمله کنه؟ شما عکس فاطیما رو همین کنار من دارید میبینید، دختری با این سر و وضع، با این جسه، آیا اصلا به چهرش میخوره که بخواد با چاقو به کسی حمله کنه؟ اصلا جای دستای حمید دور گردن این دختر چی کار میکرده؟ چرا از اون اتفاق صحبت نمیکنه؟ چرا نمیگه که علت مرگ اون خفگی بوده؟ هرچند که توی پزشکی قانونی همه چیز مشخص شده. حتما در این رابطه برام در قسمت کامنت ها بنویسید. عزیزان، مرسی که امروزم تا انتهای ویدیو وقت گذاشتید و با من همراه بودید. زن زندگی آزادی، مرد میهن آبادی.
تا یک پرونده جنایی دیگر بدرود. حدود 4 سال با همسرشون زندگی کردن و یک دختر الان 3.5 سالشه دارن و که الان من حضانتشون رو گرفتم. متاسفانه از بعد از اینکه بچهشون به دنیا آمد همسرشون دوچاره سری اختلالات رفتاری شد. ما هم حالا سعی میکردیم که به هر حال این مشکل رو حل بکنیم تا ایشون حالا بچهش بزرگتر بشه و به قول معروفی مقدار از آب و گل در بیاد. هر دفعه با ایشون صحبت میکردیم اصحار پشیمانی میکرد و قول میداد که دیگه این کار انجام نده و ما در نهایت وکالت طلاق از ایشون گرفتیم. دیگه این اواخر دختر من خیلی خسته شده بود از رفتار و اعمال ایشون و اینا، یه تصمیم به طلاق گرفتن. با توجه اینکه ایشون 7 مدرک آرایشگری داشت میخواست که آرایشگاه بزنه و دیگه از همسرش جدا بشه. 2 هفته قبل از قتل دخترم ایشون وسایلش رو جمع میکنه و میره منزل مادرش که این آقا تماس میگیرم با برادرم که منزلش نزدیک به خونه دختر بوده که من میخوام با ایشون آشتی کنم، اشتباه کردم و از این صحبت ها، اگه میشه شما بیاین وساطت کنید یا اینکه من اجازه بدید من برم با ایشون صحبت بکنم. با برادر من میرن منزل مادر خودش، اونجا ساعت و حالا یه جعبه بوده، جعبه کادو بوده و ساعت رو بر میدارن و میرن به سمت منزل دخترم. دیگه برادرم از اینو خبر نداشته تا ساعت حدود 5 بعد از ظهر ایشون به برادر من پیام میده که دایی ما با هم آشتی کردیم و میخواییم شب شام با هم بریم بیرون و شما نگران نباشید. حلوش ساعت 11 شب پدرشون زنگ میزنه به برادرم که فاطمه و رضا با هم درگیر شدن، همدیگر رو کتک زدن. بلافاصله برادر خانم برادرم من مراجعه میکنم در منزل دختر من، هرچی تنگ میزنن کسی جواب نمیده، در رو میشکنن میرن داخل، میبینن که این بچه توی آشپزخونه افتاده و از درش خون اومده که تماس بگیرم با اورژانس. اورژانس میاد که مدت زیاده که ایشون فوت شده. چیزی که ایشون عنوان کرده بوده این بوده که من اومدم خونه با همسرم صحبت کردم، آشتی کردیم، حتی غذا خوردیم با هم دیگه. بعد من رفتم، دختر من تازه از خواب پا شده بوده حدود ساعت 12 ظهر و ایشون مثلا حدود همون 12 و نیمی که رفته بوده اونجا، بعد از این بلند شده اینا غذا خوردن و با هم حرف زدن و آشتی کردن و اینا. و بعدش ایشون گفته من رفتم بخوابم، دیدم خانمم با تلفن حرف میزنه و اینا، اومدم باشون مشاجره کردم، گفتم کیه و فلان و این چیزا، دعوامون شده دوباره و چاقو ایشون میگه البته دختر من برداشته که من بعید میدونم برداشته و بعد من چاقو رو ازش گرفتم و زدم روی دستش و بعد دیگه ظاهرم با هوانگ زعفرون صابم زده روی سرش و این بچه بیهوش شده و گفته که من بعد از این رفتم خوابیدم، این که اینجا افتاد و اینا، من بعدش رفتم گرفتم خوابیدم. حلوش ساعت 3 و 4 مادرم به زنگ زده بهم گفته چی شده و گفتم که خب ما آشتی کردیم اینا برای اینکه مامانم نگران نشه و اینا. بعد اومدم دیدم که فاطمه فوت شده و من خیلی ناراحت شدم و از منزل خارج شدم، رفتم از اتاری متادون خریدم به قصد خودکشی، اومدم که مثلا خودم رو بکشم. بعد داروها رو خوردم ولی در یک جایی از اظهاراتش نوشته که من وقتی از بیرون برگشتم صدای خسخس نفسهای این رو میشنیدم، یعنی این بچه زنده بوده و زمانی که ایشون رفته بیرون و برگشته و حتی کمک نکرده، اورژانس خبر نکرده، همسایه‌ها رو خبر نکرده، شاید این بچه زنده نمود اصلا. بعد از اون ایشون مثل این که طبق گفتهای خودش این متادونا رو استفاده میکنه، ظاهرا تو اون تایم که تو مسیر بوده به خاطر اون قرصایی که خورده بوده و اینا سرش گیج میره و ماشین بهشون میزنه و ایشون میبرن بیمارستان. من تقاضا قصاص کردم برای ایشون چون من به نظرم میاد کاملا تعمدی بوده این جریان، یعنی از قبل برنامه خب شده. شما فکر نمی کنید که اختلاف در واقع درگیری زن و شوهری باعث شده که توی یه لحظه عصبانیت؟ الان من یه مسئله دیگه که براتون توضیح میدم اینه، سه بار نامه از پزشکی قانونی اومده، یعنی آلت قتل چاقو بوده و هونگ بوده، آلت قتل پیدا شده ایشون اعترافش بر این بوده که من با چاقو و هونگ زعفرون صاحبیشون زدم، ولی پزشکی قانونی در جهت
جواب دادگاه زده که ایشون خفه شده.